9. بازی های روابط جنسی. برخی از بازی ها برای بهره‌گیری یا برای فرار از انگیزه های آنی جنسی است. این بازی ها در واقع انحرافاتی رفتاری از غریزه جنسی هستند که در آنها رضایت جای خود را به تبادل‌هایی داده است که اساس این بازی‌ها را تشکیل می‌دهد. این نکته را البته نمی‌توان به طور متقاعد کننده در اینجا بیان کرد، چون این بازی‌ها در خلوت انجام می‌گیرند و اطلاعات بالینی به دست آمده در مورد آنها دست دوم است و همچنین جهتگیری های گزارش دهندگان را نیز نمی توان در آنها به نحو رضایت بخشی ارزیابی کرد. مثلا مفهوم رواندرمانی همجنس خواهی به شدت تحریف شده است، زیرا بازیگران پرخاشگرتر و موفقتر کمتر برای رواندرمانی به کلینیک ها مراجعه می کنند و اطلاعات موجود بیشتر از سوی طرف های فعل پذیر است. بازی های این بخش عبارتند از یالا تو و او با هم دعوا کنید، انحراف، تجاوز، بازی جوراب و سرسام. در بیشتر این بازی ها عامل زن است، زیرا شکل سخت‌تر بازی های جنسی که عامل اصلی آنها مرد است به شرارت و خشونت و یا به جنایت منتهی می شود و به بخش بازی های دنیای تبهکاری تعلق پیدا می کند. از سوی دیگر بازی های جنسی با بازی های ازدواج نیز تداخل پیدا می کند. اما بازی هایی که در اینجا مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند به وسیله تمام اشخاص اجرا می شوند، چه آنها که ازدواج کردند و چه آنها که ازدواج نکردند. الف، یالا تو و او با هم دعوا کنید. تز، این بازی ممکن است به شکل ترفند یا منسک و یا به شکل بازی تمام عیار باشد. در هر سه مورد روانشناسی آن اساساً زنانه است. بازی یالا تو و او با هم دعوا کنید به خاطر ماهیت نمایشیش اساس بیشتر ادبیات خوب و بد دنیاست. 1. در شکل ترفند قضیه احساسی است. زن به دو مرد ترفند میزند و آنها را به جان هم میاندازد که با هم جدال کنند، با این قول یا پیمان ضمنی که او متعلق به برنده خواهد بود. پس از پایان درگیری او به قول خود وفا می کند. این تبادلی شرافتمندانه است و فرضیه سنتی نیز حاکی از این است که آنان تا پایان عمر با هم به خوبی و خوشی زندگی می کنند. 2. در صورت منسک قضیه حالت غم‌انگیز پیدا می کند. دو مرد سر یک زن با هم جنگ می کنند. حتی اگر زن خودش هم نخواهد یا حتی اگر از قبل انتخابش را کرده باشد، در پایان جدال حتی اگر مردی که دلخواه زن نیست برنده شود، زن به هر حال باید تسلیم شود. در این گونه موارد به طور کلی رسوم حاکم بر جامعه است که بازی یالا تو با هم دعوا کنید را راه می اندازد. حتی اگر زن چندان راضی نباشد، باز هم تبادل ناشرافتمندانه نیست. ولی اگر او خیلی ناراضی باشد و سرخورده شود،
این ازدواج فرصت بازی های زیادی را به او خواهد داد. مثلا بازی بیا سر فلانی را شیره بمالیم. 3. وقتی درگیری به شکل بازی باشد، قضیه خنده‌دار می شود. زن بین دو مرد جدال راه می اندازد و در حالی که آن دو مشغول زد و خورد هستند، خود به سراغ مرد سومی می رود. امتیازات روانی درونی و برونی برای او و برای مردش بر اساس این فلسفه است که در این دنیا مبارزه شرافت مردانه کار حالو هاست و داستان بی اساس و پایه‌ای که در سراسر زندگی آنها جریان پیدا می کند سرمنشأ امتیازات اجتماعی درونی و برونی همیشگی آنها را تشکیل خواهد داد. به انحراف تز انحراف های جنسی از قبیل یادگارخواهی، آزارگری، آزارخواهی و غیره از علائم کودک مغشوشند و بر همین اساس معالجه می شوند. اما جنبه های تبادلی آن را که عملا در موقعیت های جنسی بروز می کند می توان از طریق تحلیل بازی ها فهمید و اصلاح کرد. این کار ممکن است مستلزم مهار کردن اجتماعی فرد باشد، به طوری که هرچند این انگیزه های جنسی غیر قابل تغییرند، اثر آنها در عمل خونسا گردد. اشخاصی که از اختلالات خفیف آزارگری یا آزارخواهی رنج میبرند، ممکن است برای خود وضعیت سلامت فکری جالبی قائل باشند. ممکن است احساس کنند که از لحاظ جنسی خیلی قوی‌اند و اگر به طور مرتب و مدام فعالیت جنسی نداشته باشند، امکان دارد عواقب وخیمی برایشان رخ دهد. هیچ یک از این فرضیه‌ها لزوماً حقیقت ندارد، اما این افکار ممکن است اساس ذهنی یک بازی چوب زیر بغل باشد که مثلا میگوید از انسان قوی و پرقدرتی مانند من چه انتظار دیگری دارید؟ آنتیتز تنها راه درمان در این موارد آن است که فرد به خود و به شریک عشقی خود احترام گذارد، بدین معنا که از سوء استفاده های زبانی و جسمانی خودداری کند و در چارچوب رویه های سنتی عشق بازی عمل کند. اگر وایت واقعا منحرف است، این واقعیت در عنصر ثانوی این بازی آشکار می شود و در خواب های او منعکس می گردد. به عبارت دیگر، نفس عمل مقاربت برای او مهم نیست، بلکه کارهای تحقیرآمیز قبل از عمل برای او مهم است. احتمالاً این چیزی نیست که او مایل باشد به خودش اقرار کند و گاهی طبعاً حتی به وضوح احساس می کند بعد از تمام این کارها من باید عشق بازی هم بکنم. در این موقع است که زمینه برای نوعی روان درمانی خاص آماده می شود که البته با اختلالات جنسی معمولی ارتباط دارد و از حالات اسکیزوفرنی خطرناک یا انحرافات و سائقهای جنایی به دور است و ضمناً کسانی را هم که فعالیت‌های جنسیشان در عالم خیال و رویا انجام می‌گیرد شامل نمی‌شود. بازی همجنس خواهی در سال‌های اخیر در بعضی از کشورهای غرب به صورت فرهنگ ثانویه و در تعدادی دیگر به صورت منسکی عادی درآمده است. بسیاری از بدبختی‌ها و عدم توانایی‌های افراد که در اثر همجنس‌خواهی به وجود می‌آید از آنجا سرچشمه می‌گیرد که این عمل به صورت بازی اجرا می‌شود. رفتار تحریک‌آمیزی که موجب ظهور دزد و پلیس
چرا باید هرچی کاسه کوزه هست تقصیر جامعه هست و تمام مردان بزرگ همینطور بوده اند می شود، اغلب به اعمال نظارت اجتماعی مربوط می گردد که ضمناً مشکلات و عدم توانایی ها را کاهش می دهد. همجنس خواه حرفه‌ای وقت و نیروی زیادی را که می تواند صرف به مقاصد سودمند دیگر کند، بیهوده هدر می دهد. تجزیه و تحلیل این بازی این امکان را به فرد می دهد که برای خود مأمنی آرامش بخشتر بیابد و از فرصتهایی که جامعه به وی می دهد استفاده کند و کمتر به صورت دلخواهش بازی وحشتناک نیست بپردازد. ج. تجاوز تز این از آن بازی هاست که بین زن و مرد اجرا می شود و به خاطر رعایت ادب یا دست کم به صورت ملایم‌تر می توانیم آن را برو گمشو یا خشم بنامیم. این بازی صور گوناگون و با درجات مختلف شدت و ضعف اجرا می شود. 1. تجاوز درجه 1 یا شکل ملایم آن برو گمشو معمولاً در گرد همایی های اجتماعی انجام می گیرد و اغلب به صورت لاس خشکه است. خانم وایت ممکن است در یک مهمانی با چشمانش به مردی چراغ بزند و از نگاه های مشتاق او لذت ببرد، اما به مجرد اینکه مرد قدم پیش بگذارد بازی تمام است. اگر خانم وایت زن ظریف و مؤدبی باشد ممکن است به صراحت بگوید از حسن نظرتان متشکرم و دنبال صید دیگری برود، اما اگر سرشار از وقار و ظرافت نباشد ممکن است بی یک کلمه حرف او را به حال خود بگذارد و بازیگر ماهر می تواند این بازی را در تمام طول یک مهمانی طولانی ادامه دهد و با پس زدن فراوان در مهمانی مرد را به حرکات و اجرای ترفندهای پیچیده وادارد بدون اینکه کار ظاهر بدی پیدا کند. 2. تجاوز درجه 2 یا خشم خانم وایت از پیشروی های بلک فقط رضایت ثانوی دریافت می کند. رضایت اصلی و اولیش از طرد خشونت آمیز بلک حاصل می شود. بنابراین این بازی هنوز جنبه بزن به چاک یا امثال آن را دارد. در این بازی او بلک را به مراحل باریکتری نسبت به برو گمشوی درجه 1 یعنی لاس خشکه می کشاند و از همه این کارها به خصوص از ول کردن و دیدن رنج او لذت می برد. بلک هم البته آنقدر که نشان می دهد بیچاره نیست، ولی امکان دارد برای چنین درگیری زحمات و احتمالاً فداکاری های زیادی متحمل شده باشد، اما او نوعاً به بازی یک اردنگی به من بزن معتاد است. 3. تجاوز درجه 3 آمیخته به رذالت است و اغلب به جنایت، خودکشی یا دادگاه کشیده می شود. در این بازی خانم وایت عمدن بلک را در تماس جسمانی درگیر می سازد و بعد ادعا می کند که بلک گناهکار و جنایتکار است و به او لطمه غیر قابل ترمیم وارد کرده است. در بدبینانه ترین صورت این بازی خانم وایت عملاً و حتی با اشتیاق
اجازه می دهد که مرد کارش را تمام کند تا بتواند قبل از مقابله با او از لذت کذایی هم بهره‌مند شود. این مقابله ممکن است آنی و فوری باشد، مانند فریاد و شیون و مراجعه به مراجع قانونی و ادعای اینکه به او تجاوز شده است، یا ممکن است مدت‌ها به تعویق بیفتد، نظیر خودکشی یا قتل نفس به دنبال یک ماجرای ممتد عشقی. اگر زن تصمیم بگیرد جنبه جنایی آن را بازی کند، احتمالاً برایش سخت نخواهد بود که همدستانی اغلب وحشت آفرین مانند خویشاوندان، روزنامه‌ها و یا پلیس برای خود پیدا کند. با وجود این، گاهی دخالت این بیگانگان در بازی ممکن است به ضرر بازیگر تمام شود و آنها ابتکار عمل را به دست گیرند و او را بازیچه خود کنند. در بعضی موارد، این بیگانگان کارکرد کاملا متفاوتی ارائه می دهند. آنها بازیگر مدعی تجاوز را برخلاف میل باطنیش و به زور وارد بازی های دیگر می کنند. مثلا بازی یالا تو او هم با هم دعوا کنید و نهایتا او را در وضعیتی قرار می دهند که برای نجات خود راهی جز فریاد و شیون تجاوز نداشته باشد. این به ویژه ممکن است بر سر دخترانی بیاید که هنوز به سن قانونی نرسیدند. آنها ممکن است باطنن بخواهند شخصی به عنوان میانجی یا محرم راز میانشان وساطت کند، اما چون واقعیت برملا می شود، مجبورند ماجرایی احتمالاً عشقی را به مصیبت تجاوز از بدترین نوع تبدیل کنند. یکی از موارد مشهور این بازی ماجرای یوسف است که از فریب خوردن و وارد شدن به بازی تجاوز خودداری کرد و آن وقت همسر فوتیفار که زلیخا نام داشت شوهرش را مجبور ساخت که با یوسف وارد بازی یالا تو او با هم دعوا کنید شود، که مثال خوبی است برای ذکر این واقعیت که چگونه بازیگر جدی نسبت به آنتیتز واکنش نشان می‌دهد و همچنین نمایانگر مخاطراتی است که ممکن است در اثر بازی نکردن متوجه شخص شود. این دو بازی در بازی مشهور گورکن ترکیب شدند. در این بازی زن بلک را اغوا می کند و بعد فریاد تجاوز سر می دهد. در این موقع شوهرش سر می رسد و آن وقت زن و شوهر بلک را به منظور گرفتن حق السکوت تلکه می کنند. عصب‌انگیزترین و حادترین شکل تجاوز درجه سه بین غریبه های همجنس خواه صورت می گیرد که بازی ممکن است در کمتر از یکی دو ساعت به قتل و جنایت منتهی گردد. گزارش های گوناگونی از انواع شریرانه و جنایتکارانه این بازی در دست است که قسمت اعظم مطالب پر آب و تاب روزنامه ها و مجلات جنجالی جوامع غرب را تشکیل می دهد. نمونه های معروف بازی تجاوز در دوران کودکی بیشباهت به بازی زن سرد مزاج نیست که در آن دختر کوچک پسرک را وادار به کثیف کردن خود می کند و بعد او را مسخره می کند. همانطور که مثال برجسته آن در رمان پیوندهای بشری نوشته سامرست نویسنده انگلیسی آمده است و نمونه دیگرش نیز در رمان آرزوهای بزرگ دیکنز قبلاً ذکر شد. این نوع درجه دو است. نوع سخت‌تر آن که به تجاوز درجه سه نزدیک‌تر است، این روزها در پس‌کوچه‌های محله‌های شلوغ شهرهای بزرگ غرب رواج کامل دارد. آنتیتز معمولاً توانایی مرد در امتناع از درگیری در این بازی یا
در اختیار گرفتن آن بستگی به این دارد که تا چه حد قادر باشد احساسها و تپشهای واقعی عشق را از ترفندهای این بازی تشخیص دهد. اگر مرد قادر باشد از لحاظ اجتماعی بر خود مسلط باشد، می تواند از بازی های برو گمشو یا لاس خشکه زنها مسرت زیادی کسب کند. از طرف دیگر یافتن پادزهر مطمئنی در برابر ترفندهای شبیه زن پوتیفار کار آسانی نیست، احتمالاً مگر آنکه با اسم مستعار به هتلی بزرگ بروند و هیچ گونه اسم و نشانی و ردی به جان نگذارند. من در سال 1938 یوسف سالخورده‌ای را در شهر حلب ملاقات کردم که 32 سال قبل از آن تاریخ از قسطنطنیه فرار کرده بود، چون یکی از زنهای حرم سلطان عثمانی او را در فشار گذاشته بود. یوسف ناگزیر خانه و زندگی را رها کرده و فقط فرصت کرده بود سکه های طلایش را بردارد و فرار کند و پس از آن دیگر هرگز پا به ترکیه نگذاشته بود. انواع مربوطه. انواع مردانه این بازی در دنیای پرزرق و برق تجارت و مدیریت غرب زیاد است، مثل روی هم ریختن با کارمندان جدید، نقش دادن به ستاره‌ای در یک فیلم یا نمایش، یا سر و سر داشتن مثل رابطه با رؤسا و غیره. تحلیل زیر مربوط به تجاوز درجه 3 می شود، زیرا در اینجاست که عناصر بازی به خوبی نشان داده می شود. هدف انتقام تبهکارانه، نقش ها، زن فریبنده، متجاوز. پویایی شناسی درجه 3، قبطه اهلیل، خشونت دهانی، برو گمشو، اغلب اهلیلی است در صورتی که خشم و تجاوز عناصر شدید مقعدی دارند. مثال ها: 1. بهت میفهمانم پسر کثیف. 2. زنی که به او تعدی شده. نمونه عالی اجتماعی بالغ مذکر: متاسفم که از آن حدی که تو میخواستی جلوتر رفتم. بالغ مؤنث: تو به من تجاوز کردی و باید تمام جریمه‌اش را بپردازی. نمونه عالی روانی کودک. کودک مذکر: ببین پیش من هیچ کس نمیتواند مقاومت کند. کودک مؤنث: حالا گیرت آوردم پدر سگ. حرکات: 1. مؤنث، فریب، مذکر ضد فریب، مؤنث تسلیم، مذکر پیروزی. 3. مؤنث مقابله، مذکر تسلیم. امتیازات: 1. روانی درونی، ابراز تنفر و بروز دادن گناه. 2. روانی برونی، اجتناب از احساسهای جنسی صمیمانه. 3. اجتماعی درونی، حالا گیرت آوردم پدر سگ. 4. اجتماعی برونی، وحشتناک نیست؟ دادگاه، یالا تو با هم دعوا کنید. 5. زیستی، مبادله مناقشات جنسی و خصمانه. 6. وجودی، من بی تقصیرم. ده جوراب تز: این بازی از گروه بازی های تجاوز است و از بارزترین مشخصات آن جنبه نمایشی بودنش است که طبعا ماهیت عصبی دارد. زنی وارد جمعی تقریبا ناشناس می شود و پس از مدت کمی یک طرف دامنش را بالا می زند و پایش را به طرزی تحریک کننده نشان می دهد. بعد می گوید: وای خاک عالم، جورابم در رفته. این حرکتی حساب شده و هدفش تحریک مردها و عصبانی کردن زنهاست. هر گونه مقابله با او، با انتصاب هر اتهامی به او، البته مورد رضایت درونی اوست و او برای پاسخ دادن حاضر است و
و با معصومیت مقابله به مثل می کند و خودش اتهامات متقابل وارد می آورد و جنبه شناخته شده این بازی تجاوز است. آنچه بیشتر اهمیت دارد عدم قابلیت تطبیق وزیری زن با موقعیت‌های کارش است. او به ندرت می‌خواهد بفهمد با چه نوع آدم‌هایی درگیر می‌شود یا چگونه زمان ترفندهایش را تنظیم می‌کند. لذا این گونه ترفندهای گهگاهی او البته نامناسب جلوه می‌کند و در ارتباط او با نزدیکانش تأثیر می‌گذارد. این زن به رغم سطح فکر مثلا عالیش قادر نیست بفهمد در زندگی چه نقشی دارد، زیرا قضاوت کلی او درباره طبیعت انسانی بسیار بدبینانه است. هدفش احتمالاً این است که به مردم بفهماند افکارشان پلید است، ولی بالغ او تحت تحریکات کودک و والد درونش که اکثراً مادری با افکار پلیده است قرار گرفته و کارهای تحریک‌آمیز خود را نمی‌بیند یا احساسهای خوب دیگران را درک نمی‌کند. بنابراین بازی خود ویرانگر به نظر می‌آید. احتمالاً این نوع اهلیلی یک بازی قدیمی است که موجب ایجاد زیربنای این اختلال در او گردیده است. نوع دهانی این بازی را نیز ممکن است زنهایی بروز دهند که اختلال‌های عمیق‌تر دارند و ضمناً دارای سینه‌های بسیار برجسته‌ای هستند. این زنها اغلب به گونه خاصی می‌نشینند، به عقب تکیه می‌دهند، دست‌هایشان را پشت سرشان می‌گذارند و سینه‌هایشان را به طرف جلو ول می‌کنند. ممکن است حتی با به میان کشیدن حرف‌هایی از قبیل اندازه سینه و کمر یا عمل جراحی ریه یا غده‌ای در پستان‌ها توجه بیشتری را به خود جلب کنند. اگر انواع حرکات آنها را نیز در نظر بگیریم، بازی احتمالاً معید نوعی انگیزه مقعدی است. بنابراین امکان دارد این بازی را زنهایی اجرا کنند که قصد دارند بیوه بودن خود را به طرزی نه چندان ظریفانه به نمایش درآورند. آنتیتز. چنین زنهایی علاوه بر قابلیت کم در تطبیق پذیری، تحمل زیادی نیز برای آنتیتز نشان نمی دهند. اگر مردم بازی آنها را نادیده گرفتند یا مثلا در یک گروه رواندرمانی با آن مخالفت شد، آنها دیگر بر نمی گردند. آنتیتز این بازی را باید دقیقاً جدا از اصل تنبیه یا تلافی دانست، زیرا شق دوم دال بر برد خانم باید در بازی است. در مورد حرکات آنتیتز جوراب، زنها بیشتر از مردها مهارت دارند، چون مردها در واقع دلیل و انگیزه ای ندارند که این بازی را متوقف سازند. بنابراین بهتر است که آنتیتز به عهده سایر زنهای حاضر گذاشته شود. سرسام تز. شکل متداول این بازی بین پدران سلطه‌گر و دختران در سنین بلوغ اجرا می شود، ضمن اینکه مادری هم که خود از روابط جنسی محروم شده در حاشیه وجود دارد. پدر از سر کار به خانه می آید و از دختر عیب‌جویی می کند و در مقابل با تغییر و بی احترامی روبرو می شود، یا ممکن است دختر اولین حرکت را با بی احترامی و تغییر آغاز کند و پدر در مقابل از او عیب‌جویی کند. صداها بلند می شود و درگیری شدت پیدا می کند. نتیجه کار بستگی به آن دارد که کدام یک از طرفین ابتکار عمل را در دست داشته باشند. سه احتمال وجود دارد. الف، پدر عقب نشینی می کند و به اتاق خودش می رود و در را محکم به هم می کوبد. ب،
دختر عقب می نشیند و به اتاق خودش می رود و در را محکم به هم می کوبد. ج. هر دو عقب می نشینند و به اتاقهای خودشان می روند و درها را محکم به هم می کوبند. در هر سه مورد علامت پایان بازی سرسام به هم کوبیده شدن در و نظایر آن است. در برخی خانواده ها این بازی راه حل ناخوشایندی را برای مسائل جنسی بین پدران و دختران در سنین بلوغ ارائه می دهد. گاهی تنها وجود خشم می تواند زندگی را برای آنها میسر سازد و به هم کوبیدن درها حاکی از این حقیقت است که آنها اتاق خوابهای جداگانه دارند. در خانواده های ناسالم غرب این بازی ممکن است به شکل خبیثانه و مشمئز کننده اجرا شود که در آن پدر هر شب ساعتها صبر می کند تا ببیند دختر چه وقت به خانه می آید و وقتی آمد او را با دقت وارسی می کند تا بفهمد با مردی هماغوش شده است یا نه. کوچکترین سوءظن در این شرایط باعث خشونت آمیزترین واکنش ها می شود و بعید نیست که پدر همان نصف شب دختر را از خانه بیرون کند. در دراز مدت طبیعت بالاخره کار خودش را می کند و اگر آن شب نشد شب بعد یا شب بعد از آن سوءظن پدر درست از آب در می آید و آن وقت او این واقعیت هولناک را به رخ مادر بیچاره می کشد که تمام این مدت در گوشه ایستاده و نظاره کرده است. اما به طور کلی سرسام ممکن است بین هر دو نفری که نخواهند با هم عمل جنسی انجام دهند بازی شود. به طور مثال معمولاً این همیشه صحنه آخر بازی زن سرد مزاج است، اما امکانش بین جوانها و افراد مؤنث خانواده خیلی کمتر است، چون جوان ها می توانند برای گریز از سرسام هر وقت خواستند از خانه خارج شوند. حالان که این کار برای دیگر اعضای خانواده به سهولت میسر نیست. در سنین پایین تر برادرها و خواهرها می توانند از طریق ضرب و شتم بین خودشان موانع موثری برقرار سازند یا تا حدی رضایت کسب کنند. کاری که در سنین مختلف ممکن است انگیزه های مختلفی داشته باشد. در آمریکا این نزاع‌ها به پیروی از تلویزیون و صاحب نظاران تعلیم و تربیت و بهداشت کودکان به صورت یک نیمه منسک خانوادگی در آمده است. در طبقات بالای جامعه انگلستان این کار بد محسوب می شود یا بد محسوب می شد و با برنامه ریزی های دقیق سرسام را به میدان های ورزشی منتقل کردند. آنتیتز، این بازی از دیدگاه پدر واقعا آنقدرها هم وحشتناک نیست و معمولا دختر است که برای حل قضیه دست به حرکاتی می زند که اغلب به صورت ازدواج زودرس یا اجباری است. اگر از لحاظ روانی امکان داشته باشد مادر هم ممکن است دست به حرکاتی بزند که اغلب به صورت بریدن از بستگان یا سردمزاجی محض بروز می کند. این بازی از طریق دیگری نیز ممکن است فروکش کند. اینکه پدر ناگهان سرگرمی جنسی جداگانه‌ای پیدا کند. اما این به نوبه خود ممکن است به پیچیدگی های دیگری منجر شود. به هر حال در مورد زن و شوهرها آنتیتز این بازی به مثابه مورد زن سرد مزاج و مرد سرد مزاج است. در شرایط سخت کاملا طبیعی است که سرسام به دادگاه منتهی شود.